توصیه ها و درمان ها برای دیسک کمر. شیوع زیاد کمردرد به خصوص دیسک کمر به علت آن است که امروزه به دلیل زندگی شهری و پشت میز نشینی و مشغله های فکری و ذهنی زیاد، مردم کمتر به فعالیت های فیزیکی اهمیت می دهند. اما برای نگهداری قدرت عضلات اطراف ستون فقرات که عامل اصلی جلوگیری کننده از فتق دیسک کمر و درد سیاتیک می باشد، دائما باید آنها را تقویت کرد. کلیه بیماران مبتلا به دیسک کمر که درمان در آنها شروع می شود، باید یک پروتکل کلاسیک درمان را در منزل انجام دهند تا درمان غیر جراحی دیسک کمر در آنها مؤثر باشد و بتوانند بدون جراحی درمان را با موفقیت به پایان برسانند. برای درک بیشتر این موضوع لطفاً ویدیو را تا آخر تماشا نمایید و همچنان لایک کنید و نظر دهید. یک، مهمترین عامل تحریک دیسک کمر خم شدن و چرخش از کمر می باشد که ما در طول روز زیاد آن را انجام می دهیم. از این حرکت اجتناب کنید و سعی کنید از زانو خم شوید تا دیسک کمر مشکل دار مجددا تحریک نشود. دو، سعی کنید برای مدت 6 تا 8 هفته از جارو کردن بپرهیزید. این حالت به دلیل خم شدن های مکرر شدت دیسک کمر را تحریک می کند. 3. طولانی نشستن به شدت دیسک کمر را تحریک می کند. برای افراد تحت درمان حد اکثر مدت مجاز نشستن 20 تا 30 دقیقه و برای افراد سالم 60 دقیقه می باشد. 4. پله یکی از تحریک کننده ترین مسائل برای شعله‌ور شدن و عود دیسک کمر می باشد. تا حد امکان از پله دوری کنید. 5. پیاده روی بیش از 150 متر برای بیماران مبتلا به دیسک کمر ممنوع می باشد. به تدریج با پایش درمان و بعد از کاهش التهاب دیسک کمر، پیاده روی در آب شروع می شود و بعد از آن پیاده روی در خشکی شروع و به تدریج طی چند ماه افزایش می یابد. 6. استفاده از دستشویی عادی، دستشویی فرنگی در پیشگیری و درمان دیسک کمر یک اصل است. 7. در طول درمان دیسک کمر 8 هفته بعد از آن سعی کنید تا حد امکان از مسافرت زمینی بپرهیزید. 8. از نظر تأثیرات غذایی در درمان دیسک کمر سعی کنید خصوصا در شب از غذاهای سرد مزاج مانند ماست و خیار کمتر استفاده کنید و برعکس غذاهای گرم در وعده های غذایی خود از قبیل خرما را بگنجانید. 9. لطفاً برای شروع ورزش های دیسک کمر و همچنین آب درمانی برای دیسک کمر از متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی راهنمایی بگیرید. به عنوان قانون کلی توجه کنید که ورزش های تقویتی کمر در مرحله درد ممنوع هستند. 10. از نظر نحوه خوابیدن بهتر است به پهلو یا به پشت بخوابید و خوابیدن بر روی تخت یا دوشک نسبتاً سفت بهتر از خوابیدن بر روی زمین است. 11. نشستن روی زمین برای دیسک کمر خوب نیست و آن را تحریک می‌کند. بهتر است بر روی صندلی بنشینید نه بر روی مبلی که خیلی نرم باشد. زاویه بیشتر صندلی و نشیمنگاه آن بیشتر از 110 درجه و کمتر از 95 درجه نشود. 12. توجه کنید تنها حالتی که فشار دیسک کمر پایین می آید خوابیدن می باشد. نشستن، راه رفتن و ایستادن فشار دیسک کمر را بالا می برند. بنابراین هرگاه داخل منزل هستید و می توانید خصوصا در 4 هفته اول تحریک دیسک کمر
سعی کنید در منزل دراز بکشید. مواد مضر برای دسک کمر چیست؟ به نظر متخصص از مواد حاوی سلانین مانند کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی و همچنان از مواد داروی تب سرد به خصوص شبان می تواند درد دسک کمر را تشدید کند. ترکیب سیاه دانه و عسل راهی برای خونسا کردن اثرات درد این نوع ترکیبات در تحریک التهاب دسک کمر می باشد. همچنین توصیه می شود از مواد لبنی مانند دوغ، شیر، هندانه و خصوص در هنگام شب پرهیز کنید. درمان سریع دسک کمر. درمان سریع دسک کمر ابتدا از ماساژ یخ کمر و سپس استراحت مطلق یک روز و آمپول مسکن استفاده کنید و اگر علایم دسک کمر رفع نشود سریعاً ظرف 48 ساعت به متخصص طبی فیزیکی و یا کاریوپراکتیک مراجعه کنید. بهترین داروی دسک کمر چیست؟ در درمان دسک کمر دارو درمانی نقش بسزایی دارد. استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی نقش مهمی در درمان دسک کمر دارد. داروهای شل کننده عضلانی مانند والکلوفن و تزانیدین و هم در درمان اسپاسم های کمر نقش مهم دارد. در بیماری هایی که درد انتشار دارند استفاده از داروی گابابنتین و یا پرگابالین و یا براند های خارجی آن مانند لریکا از بهترین داروهای درمان دسک کمر مطرح می باشند. امیدوارم این موضوع برای شما مفید تمام شود. از توجه و همراهی شما سپاس گذارم. موفق و شادکام باشید.